گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه گلگشت امروز رو با یک مهمان بسیار ارجمند و گرامی که فعالیت‌های ایشون در اکثر رسانه‌های فارسی زبان شناخته شده هست و من واقعیتش رو بگم خدمتون نیازی به معرفی ایشون ندارم. فکر کنم در همین تلویزیون ایران فردا با همکاران من قبلا گفتگو کردم و گفتگو میکنن و این افتخار رو من دارم که امروز با ایشون باشم، با آقای دکتر جمشید اسدی. از اونجایی که لازم هست، من روال کارم به این صورت هست که حتما در اولین جلسه ای که با یک مهمان ارجمند صحبت میکنم یک مختصری راجع به بیوگرافیشون صحبت بکنم، این است که با اجازه شما بینندگان عزیز میپردازم به مختصر بیوگرافی که از ایشون خواهش کرده بودم برای من بفرستند. این خیلی معرفی کوتاهی است در رابطه با فعالیت‌هایی که دکتر جمشید اسدی داشتن و دارن. ایشون در پاریس به هنگامی که دانشجو بودن با کنفدراسیون همکاری می‌کردند و بعد به سازمان احیا و سپس به سازمان رنجبران پیوستند. بعد دیگر آرمانی رو که داشتن شیوه مبارزه و اشاره میکنن که دیگر به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم، که به نظر من یکی از اون صحبتهایی است که من بین دوستانی که میدونم گرایش‌های چپ داشتن حاضر نیستن با وجود بسیاری از مسائلی که پیش آمده و در واقع کمند افرادی مثل آقای جمشید اسدی که بیان و این رو علناً اعلام بکنن، و این واقعاً یک حسن و یک شهامت خاصی میخواد که همه ندارن. به هر حال با وجود این میگویند که از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم، از رفقای قدیمی تر خیلی آموختم، دوره کارآموزی خوبی بود، حالا عضو سازمان جمهوری خواهان ایران هستم، تا پیش از آن عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران بودم. در زمان انقلاب یعنی 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی، در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز نه دانشجو هستم و نه هوادار انقلاب. با آرمان و شیوه مبارزه چپ هم باوری ندارم. اما از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم که اشاره کردن، از رفقای قدیمی تر خیلی آموختم، دوره کارآموزی خوبی بود، اما البته حزب رنجبران هم مشکلات دیگر تشکل‌های چپ را داشت، اما به نسبت کمتر ایدئولوژیک و بیشتر سیاسی بود. دست کم من اینطور فکر می‌کنم و اما اصراری برای اثباتش ندارم. عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران بودم و در نخستین کمیسیون سیاسی این اتحاد از سال 2003 تا 2005 فعالیت داشتم. حالا هم عضو سازمان جمهوری خواهان ایران هستم و در خبرنامه اینترنتی گویا و دیگر رسانه‌ها می نویسم. من اینجا یه پرانتز باید باز کنم و خدمتتون عرض بکنم که دکتر جمشید اسدی مرتب دارن مقاله های بسیار منطقی و جالب و تحلیلی رو در سایت گویا در واقع قلم میزنن و توصیه میکنم تشبه برید و این مقالات رو مطالعه بفرمایید و مثل من بیاموزید. عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران بودم و در نخستین کمیسیون سیاسی این اتحاد از سال 2003 که این رو من خدمتون عرض کردم، هدفم بر پاداشت دموکراسی و اقتصاد بازار بنیان در ایران است با شیوه مسالمت آمیز و رفرمیستی. از دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی معتقد به استراتژی استحاله بودم که بعدها به اصلاحات معروف شد، به ویژه بعد از دوم خرداد با چند روزنامه اصلاح طلب درون مرز همکاری داشتم. دولت مستعجل بود، بر این باورم که پس از کودتای انتخاباتی محمود احمدی نژاد در خرداد 1388
ببخشید سرسختان کار اصلاح طلبی از درون نظام را بسیار سرسختان کار اصلاح طلبی از درون نظام را بسیار سخت گردانیدند. به لحاظ حرفه‌ای دانشگاهی هستم و به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس میکنم. واحدهایی چون استراتژی اقتصادی، رفتارشناسی مشتری، جهان روایی اقتصادی، پژوهش استراتژی و بازاریابی استراتژی بر روی اینترنت، ای بزنس و ای کامرس، سایبر مارکتینگ و مارکت ریسرچ. اینها رشته هایی است که آقای دکتر اسدی فعالیت دارن درش در کارهای تدریسشون. اخلاق در کسب و کار و از همین دست رو تدریس میکنند. کار پژوهشی ایشون درباره تاثیر عواملی بجز قیمت چون اعتماد و رایگانی و مذهب و همبودی و دیگر بر روی استراتژی و رفتار مشتری است. پژوهش های دیگر در مورد اقتصاد بازار بر روی اینترنت و نیز در وام های خرد یا مایکرو فایننس هست. کار پژوهشی ایشون درباره تاثیر عواملی بجز قیمت چون اعتماد و رایگانی و مذهب و همبودی و دیگر بر روی استراتژی و رفتار مشتری است. پژوهش دیگر در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازار است. در کل 7 کتاب به زبان فرانسه منتشر کردند و مقالات پژوهشی بسیاری به زبان انگلیسی دارند. سلام میکنم، درود میگم به ایشون و تشکر میکنم از شرکتشون در برنامه امشب. با درود و سپاس از این که من رو در برنامه‌تون پذیرفتید و بی نهایت سپاسگزارم از مقدمه پرمهری که داشتید. امیدوارم شایسته این دعوت و این مقدمه پرمهر باشم. به بینندگان عزیز درود می‌فرستم و امیدوارم که برنامه‌ای در خور انتظار بینندگان عزیز بتوانیم تقدیم کنیم. بی نهایت متشکرم و اطمینان دارم که جنابالی این تخصص جنابالی و اطلاعاتی رو که من دارم لابلای مقالات شما و مقالاتی که من میتونم ببینم هست، این میتونه واقعا آگاهی دهنده باشه و بی نهایت ممنونم. اینجا لازم میدونم از آقای علی لیمونادی تشکر بکنم که موجب این معرفی شد و من از طریق ایشون با جنابالی افتخار آشنایی پیدا کردم. آقای دکتر اسدی من قبل از اینکه بپردازم به سوال راجع به این آخرین مقاله‌ای رو که از شما دیدم در سایت گویا، میخواستم سوالی بکنم در مورد این نکاتی که اشاره کردید که به نظرم رسید در بیوگرافیتون نکته‌ای رو که مطرح کردید این هست که در واقع امید بسته بودید به اقداماتی رو که اصلاح طلبان تحت عنوان اصلاح طلبی میخواستن انجام بدن و مدعی بودن. تا چه حد الان همان گونه که در مورد گرایش های قبلی که داشتید و الان میگویید که دیگه اون گرایش ها وجود نداره، آیا هنوز امیدی به این اصلاح طلبی و اون راهی که عده زیادی دل بستن بهش هستید یا در این زمینه هم تجدید نظر کردید؟ بله، ببینید، به یک روایت نخیر تجدید نظر نکردم ولی اندیشه متحول شده است در این مورد. هیچ زمانی من این توهم رو نداشتم که اصلاح طلبا با به قدرت رسیدن ایران را دموکراسی و بازار بنیاد خواهند کرد در سپهر اقتصادی آنطور که هدف کنش اجتماعی من است. اما بر این باور بودم و هستم که اگر اقدام صورت میگیرد که همخوان است و همقدم است با آرمانهای آزادی خواهانه ما، بدین دلیل که این اقدامات از سوی جمهوری اسلامی که واقعا خانمان سوز بوده است برای کشور ما، از اون سمت و سو صورت میگیرد، ما جبهه بندی بکنیم، به مخالفت برخیزیم و هیچ امکان حتی قدم مثبتی را هم که اگر در درون جمهوری اسلامی برداشته می شود، ما آن را به دلیل اینکه این در درون و چارچوب نظام اسلامی هست قبول نکنیم و تخته کنیم. این کار را به دو دلیل درست نمی دونستم. یک، اینکه این دیدگاه آزادی خواهان
نمیتواند باشد. این دیدگاه سرسختان است که خب یه ایدئولوژی خاصی دارن، خودی و غیر خودی دارن، اینو یک آزادی خواه که شهروند و صاحب حقوق میتونه نمیتواند داشته باشد. دوم اینکه در هر حال این امکانو باید به هر شهروندی داد که همگام با آزادی خواهی بشود. اما نه آن زمان که برای اولین بار خب یک شوری در دلها افکند دولت آقای خاتمی و نه امروز به توان اولا بر این باور بودم که در چارچوب نظام اسلامی آن طوری که هست، یعنی با فرادستی ولایت فقیه، میتوان به یک دموکراسی آنچنان که شایسته ایران 3000 ساله و 80 میلیونی هست رسید. اما تمام هدف من و خواسته من و کوشش من در کنار بسیاری دیگر از سروران بر این است که فرادستی ولایت فقیه رو از کشور با مسالمت بتونیم حلش بکنیم. اما این باید روشن باشد که مثلا آن زمانی که از این یا آن اقدام آقای خاتمی پشتیبانی کردیم، یا از این یا آن اقدام آقای روحانی، مثلا توافقنامه 24 نوامبر در مورد پرونده هسته‌ای پشتیبانی میکنیم، این به این معنی نیست که در این توهم هستیم که گویا دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد غیر راندخاری میتواند در ایران وجود داشته باشد و در عین حال ولایت فقیه هم در کشور وجود داشته باشد. این نوشته آخری رو که با مهر بدان اشاره کردید، سعی کردم همین را نشان دهم که شوربختانه در جان و دل و دست کم در دولت آقای روحانی این کوشش صورت میگیرد که این دو عنصر را ناهمخوان، از سوی گشودن جامعه و از سوی دیگه پاسداشت ولایت فقیه، رو با هم آشتی بدهد. این شدنی نیست و من در این مورد هیچ وقت توهمی نداشتم. یعنی اگر دفاعی و پشتیبانی و به نیکی از این اقدام یا آن اقدام فلان بلندپایه جمهوری اسلامی پشتیبانی کردیم، این هرگز به این معنی نبود که توهمی داریم که در یک نظامی که بر پایه ولایت فقیه هست میتواند دموکراسی در سپهر سیاسی و اقتصاد بازار بنیاد در سپهر اقتصادی که مورد نظر ماست برپا شود. خیلی ممنونم آقای اسدی. در این مقالتون تحت عنوان یک رئیس جمهور، دو نگاه، سه تیم اقتصادی، نکات بسیار مهمی رو مطرح کردید. در مرحله اول در واقع این مکانیزمی رو که آقای روحانی رو روی کار آورده مورد بحث قرار دادید و بعد با مدرک و با عدد و با جداولی در واقع نشون دادید که نظرتون در این مورد چی هست. دوباره قبل از اینکه به ادامه این بحث بپردازم، میخواستم از جنابالی سوال کنم که جواب جنابالی در قبال صحبتهایی که میشه که ما الان 35 سال هست که این به اصطلاح الا کلنگ سیاسی رو شاهد بودیم، بالا پایین ها، فراز و نشیب هایی رو که هر بار رئیس جمهوری آمده روی کار وعده هایی داده و حتی اگر خواسته با کارشکنی هایی که تندروهای مذهبی در جمهوری اسلامی به اصطلاح اون تمرکز و تسلطی که دارن مانع اون شدن و الان ما شاهد کارشکنی هایی که در مورد کارها و اقداماتی که آقای روحانی وعده داد هستیم، آیا امیدی هست که این گونه طرز تفکر پیش بره و نتیجه‌ای به بار بیاره؟ ببینید چطور بتوانم این نکته باریکو در برنامه شما روشن بگردانم که نکته ناروشنی و به ویژه توهمی در نزد بینندگان عزیز باقی نماند. میان دو روی کرد میبایستی تمیز داد. این دو روی کرد مخالف هم نیستند، حتی میتوانند در پی هم بیایند، اما بدون شک از دو جنس مختلفن، از دو جا سرچشمه میگیرن.
این که ببینید اول از همه باید دید آرمان کنش اجتماعی چیست. خب اگر آرمان کنش اجتماعی ما برپاداشت حاکمیت شهروند، حاکمیت مردم یعنی دموکراسی در سیاست است، که خواهرخوانده آن اقتصاد بازار بنیاد در اقتصاد است، هرگز نمیتوان این دو را از هم جدا کرد. داخل پرانتز عرض بکنم، امیدوارم بار دیگری در خدمتتون در همین برنامه یه مبارک افتخار حضور داشته باشم، برای اینکه در مورد همین خواهرخواندگی و همخوانی دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد بحثی داشته باشیم. چون شوربختانه هنوز در میان اپوزیسیون این توهم وجود دارد، به لحاظ سیاسی صحبت از دموکراسی می کند بخشی از اپوزیسیون، حتما با نیکدلی، اما در بخش اقتصاد دموکراسی رو کنار می گذارد و باز موافق آن است که همچنان که در سیاست یک ولی فقیهی هست که تصمیم می گیرد به لحاظ سیاسی چه کار کنیم، در اقتصاد هم یه ولی فقیه کار ممکن اسمشو بذارن کمیته مرکزی، دولت، دولت از خود گذشته، دولت نمیدونم چه، که اون به لحاظ اقتصادی برای مردم تصمیم بگیرد. امیدوارم یک روز برنامه در این مورد داشته باشیم، چون واقعا این توهم در اپوزیسیون وجود دارد و این نتایج نیکی نمیتواند داشته باشد. بازگردیم به بحث. بله. این رویکرد کسی هست که آرمان او آرمان برپاداشت دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد در کشور است، یعنی آزادی. خب چون این کسی میداند، این یک رویکرد است، چون این کسی میداند که چون این آرمانی همخوانی و همزیستی با ولایت فقیه و نگاه گزینشی به اجتماع نمیتواند داشته باشد. این شدنی نیست، این به لحاظ نظری شدنی نیست، عملی نیست چون این چیزی. اما و این رویکرد دوم است، کارهایی که میتواند به سود کشور باشد، مثلا کشور رو از اون ورطه‌ای که آقای احمدی نژاد کشور رو بدان سو کشاند آنو نجات بده، از تنش‌ها با جامعه بین‌المللی بکاهد، به نسبتی کشور رو از این سختی‌ها نجات بده، این رویکرد رو نباید به این دلیل که از سوی کسانی میآید که در جمهوری اسلامی مشغول بکارند و حتی گیرن به ولایت فقیه معتقدن، ما به این دلیل با این کارها دشمنی بکنیم، چون این کارها به سود ایران نیست و به توان اولا به سوی برپاداشت دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد نیست. اما این یک روی سکه دیگری هم دارد، دفاع از این، پشتیبانی از این چنین کارهای مثبتی، مثلا توافقنامه 24 نوامبر دولت آقای روحانی در مورد پرونده هسته‌ای، نباید این توهم را به کسی بدهد که گویا آنچرا که ما میخواهیم دموکراسی در چنین نظامی. متاسفانه باز باید دانست کارها و اقداماتی که صورت میگیرد برای نگاه آزادی خواهانه ماست، برای نگاه دموکراتیک ماست و برای اینکه اینو گیرم با فرسنگ ها فاصله در راستای دموکراسی و آزادی خواهی میبینید. اما آقای هرگز آقای این دکتر اسدی نمیافتیم و هرگز اجازه نمیدهیم که از صحبت های ما و سخنان ما این طور برداشت شود که گویا میتوان در این حال هم دموکراسی داشت هم ولایت فقیه. خیلی ممنونم آقای دکتر اسدی. متاسفانه باز یه قسمت از صدای شما درست شنیده نشد، امیدوارم، ولی به هر حال جمله آخر که گفتید مشخص بود که نظرتون رو مطرح کردید. آقای دکتر، الان آیا تا اونجایی که اگر من اشتباه نکنم کسانی که گروه هایی که در واقع جمهوری خواه هستن و گرایش جمهوری خواهی دارن متعدد هستن، ممکنه که جناب علی مشخصا بفرمایید با کدوم گروه همکاری دارید؟ من هم اکنون در سازمان جمهوری خواهان ایران فعالیت میکنم که از
اتحاد جمهوری خواهان ایران جدا شد. این دیدی که در میان جمهوری خواهان وجود داره، خب البته در هر سازمانی وجود داره این دیدهای مختلف، حتی در سازمان جمهوری خواهان ایران که من همکنون در آن فعالیت دارم هم وجود داره. چند رویکرد هست، من میتونم اینها رو خدمتتون بگم و بعد بگویم که خود من به جمهوری خواهی چگونه فکر میکنم. بله. ببینید، بخشی از اپوزیسیون که در میان بخشی از جمهوری خواهان هم بسیار بسیار وجود دارد، من آن را در نوشته اپوزیسیون هموند نظام نامیدم. بله بله. با پاسداشت، با نهایت احترام، و از این نه قصد جدل داشتم نه قصد بی احترامی داشتم. بخشی از اپوزیسیون هست که مثلا چهره های فرنشین چنین اپوزیسیونی رو در اتحاد جمهوری خواهان میبینید، مقالاتش رو میبینید، در خیلی جاهای دیگه میبینید، اینها آنچرا که برای ایران میخواهند در چارچوب همین نظام است و با نگه داشت ارکان همین نظام از جمله ولایت فقیه و مثلا انتقاد تند و رویارویی با ولایت فقیه و نادرست ارزیابی میکنند. البته ممکن است در صحبت‌های بسیار خصوصی تر بگویند که مخالفت با جمهوری اسلامی تنش‌افکنی است، تندروی است و تندروی کار انقلابی است، و باز هم در صحبت‌های خصوصی تر خواهند گفت که دیدید که از انقلابی که ورود 30 و چند سال پیش صورت گرفت و رویکرد تندی داشت نتایج زیادی نگرفتید. این اپوزیسیون به باور من اپوزیسیون هموند نظام است، یعنی در امتداد و همخوانی با نظام میخواهد کارهایی را انجام بدهد، در نتیجه سقف خواسته هاش سقفی است که جمهوری اسلامی مجازش میکنه. و اگر شما مثلا بعضی وقتا شعارهایی بدهید از جمله این که نظارت ولایت فقیه و شورای نگهبان از انتخابات کوتاه، این اپوزیسیون هموند نظام نخواهد پذیرفت. البته اپوزیسیون دیگری هست که میگوید مسالمت به معنی همخوان شدن مستبد نیست. میدونید مثلا چند وقتی پیش که ماندلا از میان ما رفت، این تبلیغ نادرست صورت گرفت که نگاه کنید ماندلا مسالمت آمیز برخورد میکرد. ببینید فرق است بین مسالمت آمیز و این که همخوان نظرات غالب مستبد شدن. بارها به طور مستقیم ماندلا در برابر حکومت نجات پرست ایستاد و وقتی از او خواستند که بگوید با مبارزه مسلحانه مخالف است، گفت مبارزه مسلحانه حق آزادانه هر کسی است که دارد. البته او سالها بود مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشته بود و گفته بود شما از من نمیتونید، من یک انسان آزادم، من انتخاب دارم کاری رو که میخوام بکنم. به باور منم اپوزیسیون امروز باید این که ببینید مثلا اگر امروز، امیدوارم چنین نشود، اگر یک مبارزاتی تند بشود و مبارزات مسلحانه امروز در کشور صورت بگیرد، من فکر میکنم امر نامبارکی است برای دوران گذار به دموکراسی در ایران. و اگر چنین بشود مثلا کسانی مثل من نقش فعالی نمیتونن داشته باشن، چون من مبارزه مسلحانه رو نه باور دارم نه بلد هستم. اما من فکر میکنم تعهدی نباید اپوزیسیون آزادی خواه بدهد که من حتما چنین کاری نمیکنم یا چنان کاری نمیکنم. این حق آزادانه هر فرد آزادی است که آنچه را که فکر میکند باید انجام دهد میتواند انجام دهد. پس یک اپوزیسیون دیگری هست که این خودش رو محدود هموند نظام نمیداند و خودش رو محدود به آنچه که نظام خطوط سرخ خود مینامد نمیداند. البته میخواهد این مشکلات رو با مسالمت حل کنه، البته میخواهد درها رو باز بگذارد برای کسانی که ممکن است از بلندپایگان نظام باشد، البته جنایتکار نباشند، و بخواهند بپیوندند به اردوی آزادی خواهان. این مسالمت است. اما این مسالمت نیست در باور این گروه از اپوزیسیون که برای اینکه نشان بدهیم مسالمت جو هستیم و خشونت پرهیز، آن چرا که نظام
به عنوان خطوط قرمز خودش معرفی کرده است ما هم میپذیریم. من فکر میکنم خود من بیشتر در این گروه دوم اپوزیسیون هستم که البته کاریست که من بلدم خشونت پرهیزی است، من خشونت بلد نیستم. آخرین باری که من یادم میاد گلاویز شدم حدود 40 سال پیش بود و من 14 ساله بودم. از اون موقع به بعد دیگه خب گلاویز نشدم و نمیدونم چطوری باید شد. ببینید اصلا قصد من این نیست که بگویم کسی که گلاویز میشود اسلحه به دست میکرد در هر شرایطی آدم بدیست، نه، ولی اینو به روشنی میگم این کاری نیست که من بلد باشم و بتوانم آن را انجام بدم و به ویژه با شرایط کنونی کشور میخواهم عرض بکنم که به نظر من بهترین حالت حالت خشونت پرهیزی و مسالمت جویی است. اما این حق هر شهروندی است که تمام گزینه ها رو در برابر خودش داشته باشه، آزاد وجود داشته باشه. من فکر میکنم این عمدتاً تفاوتی است که بین این دو گروه از اپوزیسیون در میان جمهوری خواهان میتوان قائل شد. بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر اسدی. اگر اجازه بدید ما یک فرصت کوتاهی بریم و برگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم، به خصوص صحبت درباره آخرین مقاله شما، یک رئیس جمهور، دو نگاه، سه تیم اقتصادی، که اون نکاتی رو که در اون مقاله مطرح کردید در این برنامه توضیح بدید برای بینندگان ما. بینندگان گرامی با ما باشید، برمیگردیم و صحبتم رو من با آقای دکتر جمشید اسدی در پاریس ادامه میدم. گفتگو میکنم با آقای دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان و کنشگر سیاسی و شخصیتی که می نویسند، پژوهش می کنند، با اطلاع و با بررسی و تحلیل مسائل به نگاه می کنند به مشکلاتی که ما در کشورمون داریم، به خصوص این مقاله رو که عرض کردم خدمتتون. و واقعا توصیه می کنم برید مقاله های مختلف آقای دکتر اسدی رو در سایت گویا مطالعه بفرمایید. من مرتب خواهش میکنم از دوستان، چه در برنامه رادیویی چه در برنامه تلویزیونیم، که یه مقداری بپردازن به مطالعه. مطالعه کردن یکی از چیزایی است که ما یک کمی توش تنبلی به خرج میدیم، همچی بخوام بیرو درواسی بگم. آقای دکتر اسدی، میپردازیم به مقاله یک رئیس جمهور، دو نگاه، سه تیم اقتصادی. این تیم های اقتصادی کیا هستند؟ دیدگاه هاشون چی هست؟ و نظر جناب عالی چی هست در مورد اونها؟ بله، نوشته رو که به دان اشاره می‌فرمایید، یک رئیس جمهور، دو نگاه و سه تیم اقتصادی، اجازه بدهید از سه شروع کنیم، به دو بپردازیم و با یک تمام کنیم. خواهش کنم. سه تیم اقتصادی که با آقای حسن روحانی همکاری دارند برآمده از سه دسته اقتصاددان مختلفه. معمولا تیم اقتصادی دولت رو از بعضی وزارتخانه ها میگن، وزارت اقتصاد هست، وزارت نیرو هست، جهاد کشاورزی هست. این تیم است که به اصطلاح در درون دولت آقای روحانی است. تیم دوم تیم مشاوران و معاونین آقای روحانی است. یعنی ببخشید آقای دکتر، منظورتون از اقتصادی آن است که در دولت اینها پاسخگو باید باشند در برابر مجلس، اما معاونین مشاورین که میتوان آنها را به عنوان عقل اقتصادی منفصل آقای روحانی دانست، پاسخگو در برابر مجلس نیستند و از یک آزادی عمل بیشتری برخوردارند برای صحبت کردن. آقای اسحاق جهانگیری، آقای ترکان در این دست هستند و آقای اسحاق جهانگیری بدون تعارف به نظر من اقتصاددان هستند با نظرات بسیار قابل تأمل. دسته سوم از اقتصاددانانی که با آقای روحانی همکاری میکنن حلقه دورتری است و این حلقه متشکل از نهادهایی است که قرار بر این بوده است که نهادهای مستقل از دولت باشند که خب در جمهوری اسلامی نیستند، ولی خب این در هر حال
به اسم جدا از دولت است، مثل مثلا بانک مرکزی که میدانید بانک مرکزی میبایستی کاملا مستقل از دولت باشه و خب در دوره آقای احمدی نژاد عملا کارگزار آقای احمدی نژاد و کارگزار دولت بود. دیگر نهاد مجلس است، دیگر نهاد در این مورد اتاق بازرگانی است. این حلقه سوم هم گفته است که پشتیبانی از آقای روحانی خواهد کرد. این سه تیم، حالا بپردازیم به دو نگاه. این دو نگاه کم و بیش همان دو نگاهی است که در درون کرد چند دقیقه پیش خدمت شما و بینندگان گرامی عرض کردم. ببینید، یک نگاه معتقد است که مادامی که، چون بحث اقتصاد است، اگر بحث سیاسی بود میگفتم یک نگاهی است که میگوید بدون دموکراسی و حاکمیت مردم پیشرفت و توسعه کشور ممکن نیست. حالا همین روایت رو بگیرید در اقتصاد. یک نگاه میگوید بدون اقتصاد بازار بنیاد پیشرفت اقتصادی ممکن نیست. عرض کردم اقتصاد بازار بنیاد خواهرخوانده دموکراسی است در سپهر اقتصادی. اما خب اگر کسی این رویکرد را داشته باشد، به طور روشن با استبداد در اقتصاد، که یعنی رانتخاری، یعنی کسانی که حق انحصاری دارند، چطور در سیاست شورای نگهبان گزینش میکند که چه کسی اجازه نامزدی دارد، مثلا برای ریاست جمهوری، مثلا برای مجلس شورای اسلامی؟ در اقتصاد هم همین است، تعیین می شود چه کسی اجازه دارد مناقصه های بزرگ رو از دولت بگیره، مثلا مثل سپاه پاسداران که یکی از مهمترین قراردادهای دولتی رو در زمان آقای احمدی نژاد، این بزرگ نخستین کار بزرگ و تکان دهنده آقای احمدی نژاد بود، زمانی که زمامدار شدند و قرارداد خط لوله اصلویه رو که قرار بود از پارس جنوبی با خط لوله گاز را برساند به بوشهر و به پاکستان، این خود مقامات دولتی میگفتن با ترک تشریفات دادن به سپاه پاسداران. یعنی ببینید اینجام گزینش میشود. اینطوری نیست که در اقتصاد بازار بنیاد یک مناقصه ای بگذارن و داوطلبان بیایند و برنامه خودشونو بدن و بهترین که بالاترین کیفیت با مناسبترین بها برنده این مناقصه بشود. نه، ترک تشریفات میکنن و اینو میدهند به مثلا سپاه پاسداران. این همین دیکتاتوریست، منتها در زمینه اقتصاد. رانتخاری یعنی همین. رانتخار یعنی مستبد در اقتصاد که به امتیازهای اقتصادی دست پیدا کرده است بدون رقابت. میدونید شما مثلا در کشور آمریکا الان گوگل دارید، مایکروسافت دارید، اینها مقام اول رو دارن در حوزه های فعالیت خودشون، اما در اثر رقابت، مثلا همچون یک، فکر بکنید یک هنرمند خیلی معتبر که این سالها هنرمند یک کشوری باقی میماند، نه در اثر اینکه مثلا پشتیبانی داشته است، امتیاز خاصی گرفته است، بلکه در اثر هنر خودش. مثلا یادی کرده باشیم از خانم گوگوش، خب من نگویم چند سال، ولی سالهاست چهره اول مثلا موسیقی و آواز ایران هستند. این مقام اولی در اثر رقابت است، در اثر شایستگی است و همه فایده میبرند از این. یک بار مقام اولی در اثر انحصار است، در اثر گزینش است. در اقتصاد هم همین اتفاق میفت. بازگردیم، پرسش مبارک شما را فراموش نکردم. آقای دکتر اسدی، این در مورد این درون کرد. آقای دکتر اسدی کرد و متاسفانه و شوربختانه میخواهند در بین ستیم اقتصادی آقای روحانی آشتی بدهند که آشتی پذیر نیست. بسیاری از چهره های این تیم های اقتصادی مثل آقای اسحاق جهانگیری که ذکر کردم، به نظر می آید حتی مثل آقای زنگنه، مثلا مثل آقای
کیبنیا واقعا پی بردن به مسئله اقتصاد بازار بنیاد و لزوم آن. خب اما رویکرد دیگری فکر میکند چون این اقتصاد آزادی میتواند در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. خب این شدنی نیست و این تنش با هم مرتب وجود خواهد داشت. مثالی بزنم، شما وزیر کشور آقای روحانی رو میشناسید، کسی که در بسیاری از قطعهای زنجیره‌ای شرکت داشته است، بسی که عملا حافظ خشونت پیشه خودی ها در این نظام بوده است. خب چون این کسی چگونه میتواند پاسدار حقوق تجارت باشد برای کسی که میخواهد اقتصاد آزاد بازار بنیاد پیش ببرد؟ ببینید این دو نظر در میان ستیم چگونه میتواند با هم همکاری داشته باشه. مثال دیگری بزنم، وقتی که آقای روحانی رئیس جمهور شده بودند اما هنوز کابینه خودشون رو تشکیل نداده بودند، یک کنفرانس مطبوعاتی داشتند. در اونجا روزنامه‌نگاری از ایشون در مورد اقتصاد میپرسد و آقای روحانی به روشنی میگویند مشکل اساسی اقتصاد ما انحصارات است. بسیار پاسخ درخوری بود که بر دل آزادی خواهان خوش نشست. ببینید اون زمان هنوز تحریم ها وجود داشت اما ایشون به طور روشن مسئله انحصارات رو ذکر میکنن. اما چند روز بعد همین آقای روحانی در نشست دیگری میگویند که حرفهای من نباید بد تفسیر شود، سپاه پاسداران محبوب دلهاست و ما کماکان امیدواریم که سپاه پاسداران 4-5 پروژه بزرگ و دست کم در اختیار بگیره. خب این به دو نگاه نسبت به این مسئله، بالاخره یا اقتصاد بازار بنیاد است یا سپاه پاسداران رانتخار محبوب دلهاست و باید باید وارد حوزه اقتصادی بشه این کارو بکنه. مثال دیگری بزنم و عرض خودم رو در این مورد تموم بکنم. بسیار بد نشست بر دل آزادی خواهان وقتی که آقای روحانی عملا ناخرسندان از تقلب در انتخابات خرداد 1388 انتقاد کردند و به روشنی اونها رو کوبیدن. خب این بر دل آزادی خواهان خوش ننشست. همین آقای روحانی چند روز بعد میگویند هدف اصلی دولت من مبارزه با افراطیون است. خب پس چه کسی بود که سرکوب کرد ناخرسندان که بسیار مسالمت‌آمیز اعتراض کرده بودند به تقلب در انتخابات؟ افراطیون. خب ایشون به افراطیون انتقاد میکنه، به کسی که قربانی افراطیون هم بوده انتقاد میکنه. بالاخره این دو نگاه آشتی ناپذیر است با هم. این تمام در شخص رئیس جمهور متجلی است به عنوان رئیس جمهور و به عنوان شخص خودش. خب اینا شدنی نیست. ببینید این دو تفکر رو در میان سه تیم اقتصادی آشتی دادن شدنی نیست. آقای روحانی بارها گفتند که طرفدار اعتدالند. اگر این اعتدال به معنی میانجیگری بین دو روی کرده ناهمخوان، گزینش و ولایت و آزادی و حاکمیت مردم، اگر اعتدال به میان میانجیگری میان این دوست، حتما میتوان گفت که آقای روحانی در این مورد موفق نخواهند شد و سقف کار ایشون برای ایران کارنامه خواهد بود که آقای رفسنجانی از خود به جای گذاردن. منصفانه آقای رفسنجانی کارنامه ایشون یک سر منفی نیست، دست کم در مقام مقایسه با کارنامه آقای احمدی نژاد، اما اگر این همان چیزی است که مردم کشور ما کماکان انتظار دارند، خب میتوانند از کارنامه ای که آقای روحانی به جا خواهند گذاشتن خرسند باشند. اما اگر انتظارات مردم در زمینه آزادی، در زمینه توسعه، در زمینه پیشرفت، در رتبه ای که ایران شایسته آن است در جهان داشته باشد بالاتر از کارنامه آقای رفسنجانی است، خب باید انتقادی تر به آقای روحانی نگاه بکنند و روشن از او بخواهند به هر طریقی که میداند که از میان این دو روی کرد و از میان این دو نگاه یکی را برگزیند و ما امیدواریم که شیردلانه روی کرد آزادی خواهانه رو بر بگزیند. خیلی ممنونم آقای دکتر جمشید اسدی.
من در لابلای صحبت‌های شما در بیان جناب عالی این زد و نقیزی رو که در صحبت‌های آقای روحانی بوده احساس کردم، آیا برداشت من درسته یا نه؟ و بعد آیا این زد و نقیز گویی ها رو ما طی این 35 سال که رئیس جمهوری روی کار آمده، وعده ای داده، قرار شده کاری انجام بده و بعد آمده حرفش رو عوض کرده و بعد رهبر جمهوری اسلامی هم از آن سو در بسیاری از موارد نکاتی رو که رئیس جمهورهایی که آمدن و گرایشات به اصطلاح اصلاح طلبی داشتن با حرفهای آقای خامنه‌ای به کلی موضوع منتفی شده و همین الان هم در حال حاضر ما شاهد این زد و نقیزگویی ها و سخنان متفاوتی که از طرف جمهوری از مقامات جمهوری اسلامی میشنویم هستیم. این رو چجوری میشه توجیه کرد و این نتیجه چه خواهد بود؟ بله، پرسش بسیار به جا و درخوری است. برای اینکه باز هم در همان اپوزیسیونی که به باور من اپوزیسیون همبند نظام است، باز هم میگویم قصد من بی ادبی و اساءه ادب نیست، بی احترامی نیست، اما این اپوزیسیونی است که چارچوب فعالیتش، حدود فعالیتش خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی است. چون این اپوزیسیونی بارها گفته است که مثلا آن چرا که آقای خامنه‌ای گفت در مورد پرونده هسته‌ای عجب سیاستمدار قوی است، میخواهد پرونده هسته‌ای این مشکل را با جامعه جهانی حل بکند، اما برای اینکه افراطیون رو در کشور عقب بنشاند یک همچین صحبتی کرده است. بله. عجب سیاستمدار. خب این حرفا رو فرابون در مورد آقای خامنه‌ای، خمینی هم میزدن. بله. و بسیار هم در مورد آقای مثلا روحانی هم میگویند و در مورد آقای خاتمی هم میگویند و میگفتند. ببینید، من به نظرم البته موضوع آقای خامنه‌ای بسیار روشن است. اگر بخواهیم با نهایت خوشبینی این امتیاز را بدهیم به آقای روحانی که او واقعا هوادار گشایشی است در اجتماع و آزادی بیشتر دادند، بیاید اینو گمانه بزنیم که او واقعا خواستار این است. اما منکر این حقیقت هم نمیتوانیم شد که او واقعا یک اصولگرا است. در همون مقاله بله اشاره کردید به اون. بله، او یک اصولگرا است. خب ممکن است برای یک مدتی همچنان که آقای خاتمی بر این باور بود خوشبینانه و حتی بگوییم خوشدلانه که میتواند آشتی دهد جامعه آزاد و دموکراسی رو با ولایت فقیه و پی برد که این کار شدنی نیست، آقای روحانی هم پی خواهد. اما وقتی که پی بردند این کار شدنی نیست، چه انتخابی خواهند کرد؟ همان است که معیاری است برای وارد شدن این آقایان به تاریخ و جای خودشون، اردوی خودشون رو در تاریخ تعیین میکنن. من میگویم بیایید این تصور رو بکنیم که آقای روحانی واقعا فکر میکنند که میتواند هم نظام ولایت فقیه رو نگه بدارد و هم آزادی های مردم رو به شکل گسترده بدهد. و بعد از مدتی متوجه میشد که این کار شدنی نیست. بله، بالاخره وقتی که نظام میگوید، و بارها ببینید این حرفا مخفی نیست که شما در بیارید، شما چند تا از این نشریه های اصولگرایان رو بخرید و شاید روی اینترنت پیدا بکنید، من نام هم میتوانم بدهم، مثلا تراز، مثلا مثلث، به طور روشن میگویند که دشمنی با اسرائیل جزء اصول بنیادی جمهوری اسلامی است. خب آقای روحانی بالاخره یک زمانی پی خواهد بود که آشتی دادن این اصل با تعامل با جامعه جهانی شدنی نیست. بله، این شدنی نیست. خب یک زمانی باید انتخاب خودشو بکنه بر کدوم اردو می رود. مماشات خواهد کرد با کسانی که کماکان بر این پای می فشارند که دشمنی با اسرائیل جزء اصول بنیادین جمهوری اسلامی است، یا این که شهامت این رو داشته باشد که در مقابل این رویکرد بایستد
و بگوید این جز خانمان براندازی برای کشور نداشته است و ما از این اصل هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ مصلحت باید دست برداریم و ما در مقابل کسانی که در این مورد پای فشاری میکنن میایستیم. این مسئله است که برای اینکه باز به طور خیلی کوتاه سخن به پرسش شما پاسخ بدهم بعد از این تفصیل بلند خواهم گفت که نه، آشتی بین این دو رویکرد ممکن نیست. حالا یا آقای روحانی همچون آقای خاتمی خوشبین است نسبت به این، به سرعت از این خواب گران بیدار خواهد شد و اون وقت است که باید تصمیم خودش رو بگیره در این مورد. اما روشن است که این دو رویکرد با هم نمیتوانن همزیستی بلند مدت داشته باشن، یکی باید به نفع دیگری از میان برود. من امیدوارم که ولایت فقیه و نظام گزینشی از بین برود. خب اینو هر کسی باید به طور روشن پاسخ بدهد و مردم باید آگاهانه در این مورد ناظر و داور باشند. آگاهانه در این مورد ناظر و داور باشند. ممنونم آقای دکتر اسدی. روز پنجشنبه گذشته برای اولین بار بعد از اینکه 8 سال این کنفرانس داووس که به همت یک مؤسسه خصوصی یا چند مؤسسه خصوصی در واقع برگزار میشه و راجع به مسائل اقتصادی جهان بحث میشه درش، رئیس جمهور ایران دعوت شد به این جلسه. میدونیم که در زمان آقای احمدی نژاد حالا یا ایشون نخواستن برن که من بعید میدونم، یا اینکه دعوتشون نکردن به خاطر دیدگاه‌های عجیب و غریبی رو که پیش گرفته بودن و ما داریم نتایجش رو هر روز بیشتر و بیشتر میبینیم و ضررهایی که به مملکت زده شاهد هستیم. سخنان آقای روحانی رو به چه صورت دیدید؟ آیا واقعا با این سخنانی که با ملاحت و با روی خندان مطرح شد و دعوت کرد از شرکت‌های خارجی و مؤسسات خارجی که برن در ایران سرمایه گذاری بکنن، با شرایطی که در ایران ما شاهدش هستیم امکان پذیر هست؟ بله. ببینید چند نکته رو باید در این مورد در نظر داشت. اولا مادامی که من انتخاب و گزینش بهتری برای کشور ندارم، اما این انتظار من به سر خواهد آمد و انتخاب آزادانه خواهم داشت، خب ترجیح میدم رئیس جمهور ایران به داووس برود و گفتگو بکند تا همچون آقای احمدی نژاد مثلا به دانشگاه کلمبیا برود. بله. و به صحن عمومی سازمان ملل متحد برود و بگوید آنچرا که گفت. خب این نکته اول. اما نکته دوم این که مسئله سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در ایران مسئله فقط دعوت آقای روحانی در این شرایط نیست، مسئله برداشتن تحریم هاست و ایجاد بستر مناسب حقوقی برای آنکه شرکت خارجی بتواند سرمایه گذاری بکنه و دست کم برای این مدت ما باید این دوره 6 ماهه‌ای رو که از چندی پیش، از اگر اشتباه نکنم از دوشنبه همین هفته 4 روز پیش آغاز شد، شاهد باشیم و رفتار جمهوری اسلامی رو در مورد توافقنامه 24 نوامبر در مورد پرونده هسته‌ای ببینیم، یعنی دگر کردن ذخیره اورانیوم 20%، یعنی توقف غنی‌سازی تا 5% و نرساندن آن به 20% و امکان بازرسی آزادانه دادن به آژانس. اینها رو اگر واقعا جمهوری اسلامی رفتار مناسبی داشته باشد و امیدوارم که رفتار مناسبی داشته باشند، آنگاه یکی یکی تحریم ها رو برخواهند داشت و امکان سرمایه گذاری در ایران خواهد شد. خب این هم زمان میده. اما نکته سوم و نکته آخر برای پاسخ به پرسش شما این است که ببینید مادامی که راندخاری در کشور وجود دارد، سرمایه گذاری خارجی در ایران سود و فایده اقتصاد بازار بنیاد را نخواهد داشت و البته ریخت و پاشی خواهد شد که شرایط و
از بدترین شرایط تحریم ها در زمان آقای احمدی نژاد بهتر خواهد کرد، اما این به جهش اقتصادی کشور ما نخواهد انجام. یک. دو، آقای دکتر دو دقیقه وقت دارین. آزاد نیست برای مذاکره در مورد سرمایه گذاری با کشورهای جهان و شرکت‌های بزرگ جهان، ایران از موضع قدرت نمیتواند مذاکره بکند، چون پشتش مردم نیست در این مورد. خب این اتفاق ما دیدیم. ببینید مثلا ما دو خط لوله بسیار مهم که نفت دریای مازندران قرار بود به بازارهای آسیا و بازارهای اروپا ببرد و بهترین طبق تمام برآوردها بهترین راه عبور از ایران بود که این خط لوله بیاید و این نفت دریای مازندران را برساند به خلیج فارس که سابقه 100 ساله برای صدور نفت از کشور دارد. خب اینو از راه‌های دیگه بردن، به این علت که ایران در شرایطی نبود، تحریم ها که هنوز آغاز نشده بود، ولی ایران در شرایطی نبود که بتواند مقتدرانه در مورد گذراندن این خطوط لوله از ایران صحبت کنه و امتیاز بزرگی از دست ما برای همیشه رفت، چون حق ترانزیتی که ایران میتونست از این بگیرد چیزی بود قابل مقایسه با درآمد نفت، نمیگویم به همون اندازه اما قابل مقایسه با اون در خیلی از شرایط در این مورد. خب حالا اگر که آقای دکتر اسدی ببخشید بتواند حتی مثلا تحریم ها رو از سر ایران بگذراند ببخشید و بتواند جلب نظر سرمایه گذاری رو خارجی رو بکنه، مادامی که اقتصاد ما بازار بنیاد نیست و رانتخارانه است و به لحاظ در سپهر سیاسی و اجتماعی آزاد نیست که کشور ما، خب قراردادهایی که امضا خواهند کرد به سود ایران نخواهد بود آنطوری که باید به طور بالقوه به سود ایران باشه. ببینید آقای دکتر اسدی متاسفانه فرصت ما تموم شده، پوزش میخوام از اینکه واقعا مجبور هستم که خدافظی بکنم با شما. امیدوارم ما اگر فرصت داشته باشید هفته آینده دنباله این بحث رو در همین ساعت بگیریم. جناب عالی اسکیجول و برنامه‌هاتون رو بررسی بفرمایید و من باهاتون تماس خواهم گرفت، چون نکاتی رو مطرح کردید که جای بحث زیادی رو داره و لازم هست که پیگیری بشه. بسیار سپاسگزارم از این فرصتی که به من دادید، امیدوارم که شایسته دعوت شما بوده باشم. درود میفرستم به بینندگان عزیز و مشتاق این هستم که دست کم تا زمانی که در سرزمین خدمتشان برسم بدین طریق به طور انگارانه در خدمتشون باشم. ممنونم از لطفتون، تشکر میکنم و عذر میخوام از اینکه این فرصت نبود ما بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. با جناب عالی و همه بینندگان خدافظی میکنم تا هفته آینده. تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز که همراه من کارهای فنی برنامه رو اداره کرد. روز و روزگار به شما خوش.